صحنه های تکان دهنده این همیاری تماس های هموطنان و همیاران و شورشگرانی بود که به رغم بیماری های وخیم یا مشکلات جسمی و حتی از داخل بیمارستان بر شرکت و مشارکت در این همیاری تأکید می کردند و با سخنانشان موجب برانگیختگی سایر همیاران می شدند. فرهاد رزمنده‌ای به راستی دلاور با مقاومت و شوری مجاهدگونه به رغم رنج شدید بیماری و بی‌نفسی فریاد همراهی و ایستادگی سرداد و همه بینندگان و هموطنانی را که شاهد این صحنه بودند منقلب کرد. فرهاد از کرج پای خط هستند. سلام می‌کنیم به فرهاد، بفرمایید. بله بله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بله. سلام خواهر. سلام به مهمونتون. سلام بر شما. سلام به مهمونتون برادر شریف. ببخشید من ریه هم اذیت میکنه، نمیتونم صحبت کنم بیشتر، خسته نباش برادر. با امید پیروزی، با امید پیروزی شما خسته نباش. من یه کمک 100 تومانی ماهیانه و یه برادر دیگه 100 تومانی دیگه ماهی 200 تومان تقدیم میکنم به علت ناراحتی ریه نمیتونم صحبت کنم. درود بر شما. خودتو خسته نکن فرهاد عزیزم. منو قربون اون ریه هایی که من برم. قرائت بفرمایید. خودتو خسته نکن عزیزم. صدا تو شنیدن. عالمی شنید، عالمی فهمید که چه قهرمانانی علارغم این جنایات رژیم ضد بشری آخوندی و این واقعا قتل عامی که با کرونا میکنه تو ایران هستند. واقعا چه شهادتی بالاتر از حضور شما در این برنامه فرهاد عزیزم. واقعا ای کاش میتونستم ریم و تقدیم شما بکنم. چه کار میتونستم بکنم؟ به قول برادر مسعود، وقتی که اینطوری کرونای ولایت کشتار میکنه هر کسی خجالته. خاک پاتو بشم. من خاک پای تو هستم عزیزم، قربون تو برم. من الهی انشالله که یه روزی تو ایران پی خدمتت برسیم. واقعا چقدر قهرمانی، چقدر شجاعی. الان همه مجاهدین برای سلامتی تو دعا میکنن، همه مردم ایران برای سلامتی دعا میکنن. درود بر تو. خودتو خسته نکن عزیزم. منم آرزوی خاک باتون بشم الهی. با امید پیروزی انشالله. خدا حافظ برادر شریف. خدا حافظ فرهاد عزیزم. به خدا این من که من و همه ما خونید، من و همه ما پیروزی رو تو همین نفسهای تو میشنویم که با اراده مجاهدی تو علارغم بیماری این چنین داری فریاد میزنی و صدا تو میرسونی به جهانیان. درود بر کمکی که تو و برادرت میکنین. این کمک بر بالاترین نقطه همه کمکهایی که به سیمای آزادی میشه قرار میگیره و واقعا قدر و شأنش از هر کمک دیگه بیشتر هستش. خواهش میکنم مواظب به سلامتی خودت باش و دیگه صحبت نکن. خواهش میکنم، به ریاهات فشار میاد. تقاضا میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم صحبت نکن. سلام براتون برادر. منم تشکر میکنم از فرهاد. براتون دعا میکنیم، دعای سلامتی. انشالله که سلامتیتون رو هر چه زودتر به دست بیارین. موفق باشید. خدا حفظ و حافظتون باشه. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ. امید پیروز انشالله. انشالله. خدا حافظ. خدا. تماس‌های منقلب کننده از داخل میهن اشغال شده البته همچنان ادامه داشت. بسیاری از هموطنان هم که چندین و چند ساعت
و بعضاً به مدت چند روز خستگی ناپذیر برای وصل ارتباطشان با سیمای آزادی پشت خط منتظر می‌ماندند، تأکید می‌کردند که گلریزان خستگی ندارد. تپای جام در آن وقتی که بستیم خواهیم ماند. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی. میگه میفرستم به شیر بیدار، به این مرد بزرگ درود فراوان میفرستم به صورت ویژه، به خاطر اینکه از این خاک امثال مسعود رجوی هر هزاره یک بار بروز و ظهور میکنند. پدیده ای که توسط محمد حنیف نژاد کشف شد و به مرور زمان به اسطوره تبدیل شد، الان گرداننده یک مقاومت بزرگ و دورانساز که نداریم در تاریخ معادل و مشابهش رو. میخوای با کی مقایسش کنیم؟ با چی مقایسش کنیم؟ سلام از ادب خدمت همنظما نمان در ایران و از ادب به هم رزمان نمان در اشرف سه و هزاران سلام و درود به رهبر مقاومت ما خواهر مریم رضوی. ما در ایران و میهن عزیزمان دردها که نمی کشیم، هم از طرف بیماری، هم از نبود مایحتاج خوب و کافی نبود اشتغال رند داریم. می خواهم در این جشن بزرگ همیاری 25 سهیم باشم و از همه آزادی خواهان و همرزمان در جای جای دنیا و ایران زمان تقاضا دارم که دست در دست هم بدهیم، می توانیم کمک بزرگی در ایران آباد داشته باشیم و ما را از دست این رژیم پلید که همه چیزمان را به غارت برده و به کمک هم ایران عزیزمان را آباد و آزادی مطلق برسانیم. با تشکر، من هم یک فرد معلول هستم ولی از دستم هم می آید که باید می کرد. با تشکر. برادران مجاهد، انشاءالله همیشه پایدار باشید. درود بر شما. ما در ایران دیگر از دست این رژیم جنایتکار آخوندی خسته شدیم. صبرمون لبریز شده، کار با استخون رسیده. ما جرقه قیام رو در ایران به زودی خواهیم زد با همت کانونهای شورشی، با آرزو این که بتوانیم هرچه زودتر برادر مسعود را به خراسان بیاوریم. مردم عزیز، سیمای آزادی که چراغ روشنی بخش خانه های مردم مظلوم و صدای آزادی مردم است را یاری کنید. من اردشیر هستم از گیلان، استانی که در سال 58 افتخار میزبانی برادر مسعود شیر همیشه بیدار را داشت. از اینجا سلام می کنم از شهر سردار جنگل به همه خواهران و برادران مجاهدم در اشرف سه و به همه اشرف نشانها در سراسر جهان، کانونهای شورشی و قهرمانان در سراسر ایران که روزگار این نظام آخوندی را سیاه کردند. شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی. واقعا خسته نباشید و دمتون گرم از زحمتهای شبان روزی شما و برای آزادی مردم ایران بی نهایت سپاسگزارم. روزی بشود تمام مردم ایران مجاهد بشوند برای پس گرفتن ایران. همونطور که سردار موسی خیابانی گفت، مجاهدت تمام شدنی نیست و پایانی ندارد. آزادی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. فردا برای همه دستانکاران و برنامه همیاری شماره 25 آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار همگی شما و سلام گرم مرا به خواهر مریم و برادر مسعود شیر همیشه بیدار برسانید. برای استمدار و برنامه سیمای آزادی یه چیز ناقابلی تقدیم میکنم، هرچند ناچیز هست.
تقدیم بر سیمای آزادی. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی. من به عنوان عضو کوچکی از خانواده مجاهدین و خدمتگزار خلق در کانون کیورشی با سیمای آزادی اعلام همیاری و حمایت میکنم. در آستانه سرنگونی نظام جهل و جنون و مجازات سران قاتلش از جمله خامنه ای جنایتکار و غاصب، فاسد، قاتل، مجنون و دیوانه، از همینجا و همین تریبون به تمامی هموطنان داخل و خارج از کشورم و همه مبارزین و خدمتگزاران خلق و کانونهای شورشی اعلام میکنم پیروزی از آن ماست، آینده از آن ماست. زنده باد خلق، زنده باد برادر مسعود. من یکی از مادران شهدای قیام آبان 98 از شهر مشهد هستم. میخواستم که اعلام همبستگی خودمو از کانونهای شورشی و برنامه همیاری سیمای آزادی اعلام کنم، چرا که سیمای آزادی صدای کانونهای شورشی و صدای تمام آزادی خواهان و صدای تمامی شهدای قیام هستن که خون پاکشونو نثار آزادی ایران کردن و تا روز آزادی ایران از شر این ستمگران ما پشتیبان و حامی این سازمان و این مقاومت هستیم. درود بر برادر مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران، و سلام بر مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. مرگ بر اصل ولایت فقیه. موفق و پیروز باشید. در این میان حضور و تماس‌های زنان شورشگر و پیشتاز از داخل ایران نیز بسیار چشمگیر و انگیزاننده و حاکی از نقش راهگشای دختران و زنان میهنمان در مقاومت برای رهایی میهن بود. درود به برادر مسعود شیر همیشه بیدار. درود بر خواهر مریم و همه مجاهدینی که تلاش میکنن که حکومت آخوندی رو از ایران بردارن. ما همه جور حمایت میکنیم از آرمانهای سازمان مجاهدین. من خودم یک کانون شورشی هستم. یک کانون شورشی بیقرار، بیقرار آزادی، بیقرار دیدار شما عزیزانم در ایران. من اینجا تعهد میدم که فعالیتامو انقدر بیشتر کنم تا این ضحاکان دوران رو هرچی زودتر سرنگون و سرنوشتشون کنیم. تا شیر همیشه بیدارمون برادر مسعود عزیز رو در ایران در کنار این خلق ستم دیده ببینیم. برادر مسعود عزیزم، اگه صدای منو میشنوی بهت میگم جونم رو برای آرمانت فدا میکنم. من حاضرم، حاضر، حاضر، حاضر. من مبلغ 5,500,000 به سیمای آزادی هدیه میکنم. یک تحفه درویشی بیش نیست. شک ندارم که آینده ایران رو ما زنها میتونیم بسازیم و این حکومت جنایتکار رو سرنگون کنیم. میتوان و باید ایرانمون رو آزاد کنیم. مرگ بر خامنه ای، زنده باد ارتش آزادی. به عنوان یک کانون شورشی میخواستم بگم که ما زنان مبارز ایران زمین برای نابودی این رژیم خونریز که بیش از 42 سال تاریکی و ظلمت رو بر ایران حاکم کرده، با جون و دل برای مبارزه تا آخرین نفس با شما همراه هستیم و تا سرنگونی این رژیم آخوندی خیانتکار لحظه آروم نمیگیریم. و همچنین تشکر از شما میکنم که انعکاس صدای در گلو خفته ایرانیان عزیز هستین و به گوش جهانیان میرسونین. میخواستم از این فرصت استفاده کنم و همه بگم که مسئولیت آزادی به عهده ماست. فقط باید اراده کنیم. من تو قیامای 96 و 98 شرکت کردم و دیدم مردم ما چه انگیزهی برای بیرون کردن این جلادا دارن. ما سالهایی که برای آزادی داریم خون میدیم. باید بگم هیچ مانعی نمیتونه جلوی خواستهای ما رو بگیره. باید کانونها شورشی رو هرچی بیشتر در سراسر کشور گسترش بدیم تا قیام بعدی رو به قیامی برای
ریشه‌کنی آخوندهای ضد بشر تبدیل کنیم. همونطور که آقای رجبی گفتن، شورشگران پیروزی می‌سازن. منم می‌خواستم از طرف خودم 1,000,000 تومان برای استمرار صدای آزادی خواه مردممون تقدیم به صدای آزادی کنم. خواهر مجاهد زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، با تبریک به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز 25 گلریزان همیاری، از عموم شرکت کنندگان در این همیاری، به خصوص زنان و مردان شورشی از نقاط مختلف ایران که با پذیرش بیشترین مخاطرات با سیمای آزادی تماس گرفتند، قدردانی کرد و گفت: شما در این کهکشان به یاد ماندنی، فراتر از همیاری با سیمای آزادی، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، خشم و انزجار مردم از رژیم ضد بشری آخوندی و حمایت فراگیر مردمی از مجاهدین و رهبری مقاومت را به نمایش گذاشتی و به مظهر اراده عمومی و همبستگی ملی برای سرنگونی این رژیم تبدیل کردید. از فرهاد تبدار در کرج تا بهنام شورشی در دماوند، از دختران رزماور در تهران و قم و مشهد و شیراز تا جوانان شورشگر در سراسر ایران، همه یک پیام داشتند: با تمام وجود و امکاناتشان آماده کارزار بزرگ سرنگونی هستند. مسئول اول سازمان مجاهدین با درود به اشرف نشانها در سراسر جهان که علاوه بر حمایت‌های سیاسی و عملی و معنوی، به رغم شرایط بسیار سخت اقتصادی ناشی از کرونا و تعطیل بسیاری از مشاغل، فعالانه و سخاوتمندانه و با پذیرش بسیاری از محدودیت‌ها برای زندگی شخصی خودشان، کمک‌های خود را تقدیم سیمای آزادی کردند تا صدای کانون‌های شورشی و جوانان قیام‌آفرین و مردم محروم باشد، گفت: آنها نشان دادند که هواداران مجاهدین و خانواده بزرگ مقاومت در خارج از کشور در پی رفاه و آسایش بیشتر و غرق شدن در ارزش‌های بورژوازی نیست، بلکه به مثابه جبهه پشتیبان سیاسی و مالی این مقاومت سترگ و سراسری به وظایف خود عمل می‌کنند. من میخواستم از طرف خودم و همسرم فرهاد ماهوچیان مبلغ 15,000 اورو تقدیم حضورتون بکنم که هر یک اورو تیری باشه بر قلب خامنه ای دجال و جنایتکار. سلام عرض میکنم. سلام به هموطنان عزیز. ما شورشی ها سعی داریم که سیاسی در ایران را از بین ببریم. دیکتاتور سعی داره اعتراض ها را سرکوب کنه و برای موندن در قدرت زم ستانه خود دست به وحشیگری و کارهای غیر انسانی بزنه. اما ما شورشی ها، ما مردم ایران تن به ذلت نمیدیم و تا جون داریم با تمام قدرت مبارزه میکنیم. خواهش میکنم با سلام و احترام و ارادت قلبی، محضر دستندرکاران و گردانندگان گرانقدر و ارزمند سیمای آزادی و همچنین تبریک فرارسیدن آزادی برادر مسعود رضوی، ماهانم در پشت مجاهدین بیستیم. به امید خدا نظام فاسد آخوندی به زودی متلاشی خواهد شد. سیمای آزادی دانشگاه انقلاب و مبارزه برای آزادی است. ما هم از بودن در کنار این مقاومت خونبار به خود میبالیم. قربان شما. و این با تصمیم گرفتیم تا کمک‌های خودمون رو چند برابر کنیم و جای چند خانواده ایرانی رو که الان در شرایط مشکلات وخیم مالی و اقتصادی، اونم در ایام سخت کرونا هستن، پر کنیم.
سارا هستم از تبریز، دیار ستارخان، حنیف کبیر و سردار موسا خیابانی. درود میفرستم بر روان پاک و گلهای سرخ قطعام تابستان 67 از جمله خواهر شهید دم و درودی بیکران بر خواهر مریم عزیزم که بر حق منجی و رهایی بخش ایران دربند است و شیر همیشه بیدار من برادر مسعود عزیز که گرما بخش دلهای فرزندان ایران. دنبرتر تا طلوع خورشید رهایی بر بام زیباترین سرزمین ایران حاضر حاضر حاضر. سیف الله از ارومیه هستم. من خودم به عنوان یک کانون شورشی خیلی خیلی احساس نیاز میکنم به سیمای آزادی و واقعا به تمام وجود پشتیبان اون هستم و باعث افتخار منه و همین جا به خلق قهرمان ایران میگم که ما کانونهای شورشی تا آخرین نفس و آخرین قطره خون برای آزادی ایران مبارزه میکنیم و از همه میخواهم که از سیمای آزادی پشتیبان و حمایت کنند. خدا انشاءالله خواهر مریم برادر مسعود را برای ایران و برای این خلق اسیر حفظ کنه. اللهم منصر المجاهدین. عزیز هموطن در و همشهریلر، مجاهدین خلق ایرانان حمایت الین، تنها حامی مردم ایران دلار، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی، حاضر حاضر حاضر. درود بر شما. بفرمایید خواهر بهار. درود بر شما، مهمان عزیز شما و درود بر مردم قهرمان رنجدیده ایران. درود بر ارتش آزادی بخش. بسیار خوشحالم با شما حرف بیزنم در 25مین گلریزان سیمای آزادی. سیمای آزادی پنجره امید تک تک خونه های ماست. از طرف همه هواداران مجاهدین و خانواده شهدا، چشم به راه ارتش آزادی بخش ایران برای رهایی ایران عزیز از دست دشمنان خونخوار و ضحاک زمانه هستیم. پیشاپیش 30 دی روز آزادی برادر مسعود شیر همیشه بیدار رو به همه شما تبریک میگم. درود بر مقاومت. به امید دیدار تک تک شما در ایران آزاد. سیمای آزادی چراغ روشنایی خانه ماست. با جان و دل از آن حمایت میکنم و با سلام به خواهر مریم عزیزم که همه ما منتظر دیدنش در ایران ستم زده هستیم و برادر مسعود جان جانانم که با هدایت او رژیم را سرنگون می‌کنیم و این مجاهدین هستند که با کانون‌های شورشی ارائه قیام را نوید می‌دهند و من با آنها همیاری می‌کنم و می‌گویم حاضر حاضر حاضر. شما چراغ واقعا راه ما هستیم. امیدوارم بتوانیم با کمک یکدیگر ما هم از زیر ظلم و ستم این حکومت به خوبی به در بیاییم. من هم در به سهم خودم در این کمک رسانی کاش میتونستیم خیلی 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 زیاد و از راه نزدیک این کار را انجام میدادیم و صمیم قلب آرزوی آزادی این میهن را خواستارم. خیلی خوشحال شدم که تونستم برادر شریف به خوبی صحبت کنم. یکی از آرزوهام بود و برای تک تک این مجاهدین من آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. اجازه میخوام که سیمای آزادی رو در سیمای عشق وصف کنم. سیمای عشق، نفس گرم زندگی، سوز سرمای زمستان، کودک خسته کار بر سر سفره خالی، نقش مرگ است باقی. جغد شومیست سالیان دراز در نماد شاه و شیخ جای شیر بنشسته است. آری اما اینک فریاد خشم خلق شعله های آتش میریزد بر سرا پای فقیه در دل شب. کمک جمعی رو به مبلغ 16450 یورو
تقدیم حضورتون بکنیم. برگ سبزی است، تحفه درویش. من به عنوان یک کانون شورشی از تهران با شما تماس میگیرم. وظیفه خودم میدونم که برای آزادی خلقم هر چه در توان دارم همراه با پیشتازان مردم ایران تلاش کنم. برادر مسعود گفتن که وقتی چاه باطل آخوندا اینقدر عمیقه، پس باید ستیق قله حق هر چه رفیع تر باشه. منم خطاب به برادر مسعود میگم شیر همیشه بیدار، خدا تو را نگه دار. ایشالله به زودی خاک ایران با قدم های شما مزین بشه. و میخوام بگم برادر اسم منو هم بنویس. درود میفرستم به خواهر مریم مهر تابان آزادی. خواهر مریم، دست های زنان رنجیده ایران دست های گرم و با محبت شما رو میخواد تا التیام پیدا کنه.